نیک آهنگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس اینجا در استودیو همراه ما حسن. آقای کوثر خیلی خوش آمدید به این برنامه. خیلی گمان زنی هایی شده بود در رابطه با درگرفتن جنگ آب در ایران، با توجه به این تنش آبی که در استانهای ایران مشاهدش هستیم، انتقال آب از یک استان از یک منطقه به منطقه دیگر رو شما چطور میبینید؟ آیا واقعا اون جنگ آب در گرفته؟ ببینید، ریشه این اختلافات و مشکلات مال الان نیست. از دهه 20 شروع میشه که بنگاه مستقل آبیاری تصمیم گرفت آب رو از سرشاخه های کارون، یعنی در محدوده کوهرنگ، منتقل بکنه به حوزه زاینده رود، و بعد یواش یواش به جای اینکه مدیریت بکنن، مصرف آب در حوزه زاینده رود رفت بالا، گسترش یافت سطح زیر کشت، صنعت گسترش پیدا کرد، مصرف آب بیشتر شد و خیلی ها مهاجرت کردند به محدوده زاینده رود، به ویژه در حوزه اصفهان. اما اختلافی که الان وجود داره این هست که اولا مدیریت آب در ایران حوزه‌ای نیست، یعنی بر اساس حوزه آبریز کارون و حوزه آبریز زاینده رود نیست، بلکه استانی داره میشه و این جنگ استانی یک جنگ بر سر منابع مشترک خواهد شد و این درگیری ها ما الان داریم پیش زمینه هاش رو میبینیم. برخی دارن حتی در اون مناطق دامن میزنن، در محدوده سامان حوزه زاینده رود که در چهارمحال بختیاری قرار میگیره دارن برای بادام آب رو میدزدن از رودخانه، در محدوده لنجان و خیلی از جاهای دیگر دارن برنج میکنن که مصرف آب کمی نداره و بعد آبی نه به اصفهان میرسه نه به گاوخونی و این میتونه مشکلات فراوانی درست کنه. منتها دولت و پروژه هاش دارن اختلاف میان مردم درست میکنن. به این ترتیب میشه گفت سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت های مشاور عملا تجزیه طلب هستن و میان دو طرف دارن اختلاف میندازن. آیا این موضوع پیامدهای زیست محیطی هم خواهد داشت که ما بیایم از استانهای پر آب آب رو منتقل بکنیم به استانهای کم آب؟ اگر از حوزه های پر آب به حوزه های کم آب آب رو منتقل بکنیم، عملا داریم حقابه اون حوزه پر آبتر رو کمتر میکنیم. اگر از آب کارون شما ذره وردارین، در محدوده آبادان اثر منفیش معلوم میشه، چرا که سطح آب میاد پایینتر، جریان آب کمتر میشه و آب از خلیج فارس میاد نفوذ میکنه وارد محدوده کارون میشه، اونجا رو از به قول معروف دچار مشکلات زیادی میکنه، هم آب سطحی هم آب زیرزمینی. و همچنین وقتی مثلا میخوان طرح کوهرنگ 3، طرح بهشت‌آباد، طرح ونک‌سولغان، طرح خرسان 3 رو اجرا بکنن، انتقال آب از حوزه کارون به حوزه زاینده رود و حوزه‌های دیگر فلات مرکزی، آسیب‌های غیر قابل جبرانی هم به محیط زیست وارد میشه هم به جامعه. اما از زاینده رود هم دارن آب رو میدزدن، طرح بنبروجن میبرن سمت در حقیقت حوزه کارون و این هم آسیب دوچندانی وارد میکنه به زاینده رود و باعث میشه الان زاینده رود که داره روز به روز بیشتر نشست میکنه محدوده اصفهان به خاطر نرسیدن آب و مصرف آب هم در حوزه در محدوده اصفهان برخار 500 میلیون متر مکعب اگر در سال باشه و آب اندازه کافی نرسه، این نشست باعث میشه که اصفهان به عنوان یک شهر مهم و باستانی 9 تا 15 سال دیگه عملا چیزی ازش باقی نمونه و نشست کامل باعث میشه بخش عمده از مردم مجبور به مهاجرت بشن. مسئولان از سیاست تأمین و انتقال آب بارها صحبت کردند، اما چرا تا الان هیچ کدوم از این سیاست‌ها اجرایی نشد؟ ببینید، انتقال آب خطرناکه، داره اجرا میشه همین الان، دارن سپاه پاسداران یعنی قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت‌های مشاور دارن این طرح‌ها رو جلو میبرن. این طرح‌ها ارزیابی محیط زیستی اکثرا ندارن، مجوزهایی که داده شده اجباری هست و بخشی از عملکرد مافیای آب هست اینکه به این سمت داره میره و گروه ویژه‌ای دارن برخوردار میشن، جمعیت بسیار بزرگی و محیط زیست داره آسیب میبینه. یعنی این بی‌عدالتی محیط زیستی است که الان داریم ما میبینیم چه بلایی هم بر سر اصفهان میاره، هم بر سر چهارمحال بختیاری میاره، برای خوزستان خطرناکه، برای نقاط دیگر ایران هم خطرناکه و این مهاجرانی که از این در حقیقت مدیریت بد یواش یواش مجبور میشن به نقاط دیگر مهاجرت بکنن، فشار رو بر میزبانان جدیدشون وارد میکنن. یعنی اگر چند سال پیش مردم از چهارمحال بختیاری مجبور بودن مهاجرت بکنن به اصفهان که آب بیشتری داشته باشن، الان از اصفهان مجبورن مهاجرت بکنن لابد به مازندران و گیلان و جای دیگر و الان در مازندران ما مشکلات آبی داریم. یعنی یک حرکت دومینووار به خاطر نبود مدیریت و حکمرانی بد و نتیجه تمام این کارا به دلیل نادیده گرفتن محیط زیست، از بین رفتن تمدن ما هست در محدوده فلات مرکزی ایران. ممنونم از توضیحاتتون. نیک آهنگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس اینجا در استودیو با ما بودید.